رات رو بررسی می‌کنیم با حسین آقایی، پژوهشگر رابطه بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. آقای خوش آمدید. وزارت خارجه ایران به طور رسمی اعلام کرده که جمهوری اسلامی از امروز هیچ محدودیت دیگه نداره برای فعالیت موشکیش، از جمله موشک‌های بالستیک. این تاکید همزمان با تاکید اروپا بر ادامه تحریم‌های موشکی چه معنا و چه نتیجه‌ای داره؟ خب میتونه این معنی داشته باشه که با اتمام رسمی محدودیت‌های برجامی در رابطه با برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی، الان تهران میتونه که به اون بیش از گذشته به اون تولید و تست موشک‌های بالستیک بپردازه، میتونه به تامین تسلیحاتی همین نیروهای شبه نظامی خودش بپردازه و البته میتونه دست کم روی کاغذ به روسیه در جنگ اوکراین موشک بالستیک بفرسته. بحث موشک‌های فاتح 110 و ذوالفقار بوده و همکاریاش رو میتونه گسترش بده با روسیه، اما اتفاقی که افتاده در عمل این هستش که قدرت‌های اروپایی و آمریکا به طور جداگانه احتمالاً این تحریم‌های موشکی رو تمدید خواهند کرد، اما از اون طرف خب احتمالاً وجود داره که بیشترین تاثیر روی همکاری‌های موشکی تهران و موسکو بگذاره. سپاسگزارم از شما حسین آقایی همراه ما، و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. شب روزتون بخیر.